دوستان، هپاتیتیس سی یا التهاب ویروسی جگر که او را افغانها بیشتر اوقات زردی می خوانند جهانگیر است. مناطقی که بیشتر از ناحیه بیماری در جهان متاثر هستند افریقا، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا مشخص شده. تمرکز عفونیت هپاتیتیس سی هم بیشتر اوقات بر افراد مشخص در جوامع است. این بیماری چگونه سرایت کرده و کیها بیشتر در خطر مصاب شدن به آن قرار دارند؟ برای بررسی این موضوع با محترم ناصر اولیا، دکتر در کلینیک فرانکتی در شهر سان آنتونیو ایالات تکساس ایالات متحده، که مکنون از طریق اسکایپ با ما با تماس هستند صحبت میکنیم. دکتر صاحب، یک بار دیگه سلام بر شما. مثل هر هفته تشکر از وقتتان، امید است صحتمند باشین. اگر آغاز بکنیم از اینکه انسان چگونه با هپاتیتیس سی مصاب میشه، به زبان ساده بر بینندگان ما اگر تشریح بکنیم. تشکر، عرض سلام به شما و هموطنان عزیز. هپاتیتیس، اگر ساده بگویم، هپاتیتیس یعنی التهاب کبد یا جگر است که میتونه از عوامل مختلف مثلا الکل، مواد کیمیایی، ادویه و شکل خطرناک از یک ویروس است. ویروس های مختلف از قبیل هپاتیتیس A, B, C, D, E, G و مهمترینش که شما در بارش سوال کردیم هپاتیتیس سی است که ای از طریق خون و مواد مایات منتن بدن به اشخاص دیگه سرایت میکنه و همون که گفتیم یک مرض بلاد بور پاتوژن است، یعنی از طریق خون سرایت میکنه. وقتی خون منتن به طرف مقابل میرسه از طریق مثلا زرق، خصوصا در اشخاص که مواد مخدر استفاده میکنن، زرق میکنن، یا کسایی که منسوبین تیبی هستن و میتونن یک سوزن منتن تصادفا باعث بخزد جلد از یا شود و به اینا انتقال کنه. مادران که مثلا اطفالشان مصاب این مرض هستن و اشخاص که از نظر جنسی فعالیت غیر محدود دارن یا پرومسکوس هستن و مراعات نمیکنن ام شرایط صحی جنسی. تشکر. علائم مرض چیست؟ شخص چگونه بدانه که به هپاتیتیس سی یا اگر زردی بگوییمش دوچار شده؟ به صورت مشخص در هپاتیت ها به صورت عام، اما مشخص در صورت هپاتیتیس سی میتونه مریض هیچ اعراض علائم نداشته باشه، یا بسیار خفیف تب کنه، کم اشتیا شوه، یا احساس دلبدی اکثرا میکنن و میتونه همونطور که گفتم هیچ اعراض علائم نداشته باشه. اما زمانی که اعراض علائم بروز میکنه، این وقت است که در جگر یا کبد تخریب صورت گرفته. دکتر صاحب، شما بیشتر از خرابات جنسی و هم خرابات جنسی صحبت کردین. کمک تشریح بدین، آیا با نزدیک شدن زوجین و یا هم خرابات های جنسی نرمال امکان انتقالی مرض بین انسان ها هست یا خیر؟ همانطور که گفتم این مرض بیشتر یک مرض است که از طریق خون و مایات وجود منتن انتشار میکنه، اما میتونه از طریق جنسی هم انتقال کنه. این در نزد اشخاص است که خود از اینا به هپاتیتیس سی مصاب هستن و میتونه این را به مرد به زن و زن به مرد، خصوصا اشخاصی که روابط جنسی بسیار وسیع دارن زیادتر در این خطر هستن. دکتر صاحب، آیا تداوی مرض ویروسی همی هپاتیتیس سی یا زردی به گونه ای که مریض از مصابیتش به کلی رهایی پیدا بکنه ممکن هم است یا خیر؟ خوشبختانه برای هپاتیتیس سی تداوی هست، اما مثل که برای هپاتیتیس A و B ما واکسین داریم، برای هپاتیتیس سی واکسین نداریم. اما تداوی هست، تداویش یک اندازه طویل مدت است، قیمتی است، مگر میتونه باعث تداوی کامل این مرض شود. اکثر وقتی که شخص مصاب میشه تقریبا 25% اشخاص خودشان شفایاب میشن، یعنی ویروس کلیر میکنن. 75% وقتی که اینا مرض دهشان به صورت مزمن تبدیل میشه، اینا میتونن باعث مثلا عدم کفایی کبد یا حتی مرگ و سرطان جگر شود. تشکر دکتر صاحب. من این سوال اخیر میخوام پرسان بکنم که کدام افراد در کدام کاتگوری سنی بیشتر با خطر مصاب شدن به این مرض مواجه هستند؟ همه کسایی که در قرابت و نزدیکی اشخاص که مصاب هپاتیتیس سی است، اینا میتونن مصاب شن تا فاحل و اشخاص پیر. دکتر صبوریا، یک بار دیگه من از شما تشکری میکنم با امید از اینکه روزتان بهتر باشه. تشکر. خدا نگهدار.